نمینی جون خاله میشه من این دفعه بگم گوش نمیدی دیگه تو خدا خاله تو بگو باشه باشه مرسی مرسی بچه ها با سلام خدمت شما بچه ها ما امروز میخواییم مرغ عشق بکشیم که نگین خوشگلمون 8.5 سال از نیوجرسی از ما خواسته چقدر خوشگلی نگین جون چقدر مرغ عشقش خوشگله خاله میتونی اینو برم بخری خاله بله که میشه مینه جون اتفاقا فکر خوبیه چون من خودم هم عاشق پرنده هام خب دیگه کم کم بریم سراغ نقاشیمو مینه جونم برای کشیدن مرغ عشق بچه ها اول با یه مربع شروع کنید مربع؟ بله بله با یه مربع بعد گوشه هاش خط منحنی میذاریم بچه ها یه خط منحنی بعد میایم اون یکی گوشش یه خط منحنی نگاه کنید بچه ها خط منحنیمون به همدیگه نچسبیده بعد میام یه بالون بزرگ میذارم پایینش که انگار باد داره بالونر میبره بچه ها حواستون باشه از این خط جلوی مربع فقط جلوتر نره نگاه کنید اینطوری میام اینجا بچه ها از اینجا جلوتر نره همینجا دور میزنم برمیگردم اینم میشه بدن مرغ عشقمون حالا این مربع بالایی رو بچه ها وصل میکنم به این بالون پایین جلوشو صاف وصل میکنم و پشتشو کجکی خب حالا بریم پاکوناتونو بیارین چون باید بعضی جاها رو پاک کنیم اول این گوشه ها رو پاک میکنیم اینطوری بعدش هم این خطای وسطشو بچه ها خاله مال من نگاه میکنی بینی خوب شد مینه جون خوبه فقط ببین اون بالونی که کشیدی و یه ذره باید لاغرتر بکشی و بلندتر بچه ها حواستون باشه بالونی که برای بدنش میکشید نه خیلی توپل و بزرگ نکشین کوتاه هم نکشین حالا برای نوکش یه وی بکشید مثل مال من یه وی انگلیسی که یه ورش چسبیده به مربعمون بعد بالاشو با دو تا خط منحنی به همدیگه وصل کنید بچه ها خیلی دقت کنید که چشمشو من کجا میذارم بالای نوکش نمیذارین نزدیک نوکش نمیذارین ببین یه ذره میایم این برتر این وسط چشمشو میذارین دقیقا بغل اون خطای منحنیه بچه ها حالا از همینجایی که چشمشو کشیدیم یه کوچولو بیایم پایین مدادتونو بذاری رو لیز بخورین برین پایین لیز گردالو خوردین که بشه پر مرغ عشقمون بچه تقریبا دیگه اصلا مرغ عشقمون تموم شده حالا میخوایم یه جایی رو بکشیم که مرغ عشقمون روش نشسته خب یه خط صاف بذارید جایی که تقریبا دلش هست این پایین مرغ عشق خب یه خط دیگه هم میذارم که بتونم پاهای پرندم رو روش بکشم بچه ها بریم سراغ انگشتاش این برای اولین پاش دوتا اینم برای اون یکی پاش بچه ها هر پای مرغ عشق 4 تا انگشت داره که 2 تاش به سمت جلو و 2 تاش به سمت عقب اینطوری میتونه همه میله ها رو بگیره و تا بخوره از این بر به اون بر از روی پاهاشون بچه ها میتونیم بفهمیم که مرغ عشقتون غذاشو خوب خورده یا نه ویتامین نیتریشن بدنش خوب و کامل هست یا نه اصلا بذارین چند تا چیز جالب راجع به مرغ عشقا براتون بگم بچه ها مرغ عشقا همونطوری که از اسمشون پیداست دوست دارن که یه یاری داشته باشن و عاشقش باشن تا آخر با هم دوستای خیلی خوبی باشن یعنی که اگه شما یه مرغ عشق بخرین خیلی بهتره اگه که یه دوست خوبم براش بخرین یا اینکه میتونید خودتون براشون یه دوست خیلی خوب باشین مرغ عشقا بچه ها عاشق اسباب بازی هن. دوست دارن که چیزهای رنگی رنگی دورشون باشه سر و صدا کنن بازی کنن چون که پرنده های خیلی باهوش و شیطونی هن. خیلی هم کنجکاون میخوان از همه چیز سر در بیارن ولی از همه چیز بیشتر آب و آب بازی رو دوست دارن پرنده های تمیزی هن و دوست دارن هی برن تو آب
بلین 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 بالاشون رو به هم بزنن، خودشون رو بشورن و آب بازی کنن. چه باحال خاله، منم عاشق آب بازیم، دوستم آب بازی کنم، دوستم برم تو آب چلیپ چلیپ کنم، تو بپاچم. میدونم خاله، گل داری برم موقعش میخوری خاله؟ گل داری؟ بله بله یادم نرفته. آخه من نمیخوام برم باش آب بازی کنم خاله. ده عزیزم تو که نمیتونی باهاش آب بازی کنی. چرا خاله؟ اونا خودشون آب بازی میکنن، میخوان خودشون رو تمیز کنن. از دست تو مینا. از دست شما خاله مینا. خیلی خوب، حالا بریم برای مرغ عشقمون یه خونه ای بکشیم. میخوام برایش یه قفس خوشگل بکشیم که دیگه وقتی پر زد و خسته شد بتونه بره توش استراحت کنه. یه قفس خوشگل بکشیم بچه‌ها. من دوست دارم بالای قفسم اینطوری گیرد بره بالا و برگرده. شما میتونید قفس مربعی بکشید، مستطیلی بکشید، هر مدلی که دوست دارین، همه جورش هم خوشگله. خب اینم پایین قفسش. حالا میخوام برم بالاشو بکشم. از اینجا میخوام آویزون باشه قفسش، وسط این طبیعت بشینه و آواز بخونه و لذت ببره از این هوای خوب. انگار یه کوچولو داره بادم میاد بچه ها. ببینید درختای دور و بر یه کوچولو داره تکون میخوره. برای کشیدن قفستون بچه ها، اگر قفستون شکل مال منه، اول یه خط صاف از بالا تا پایین بیارین وسط قفس نقاشی کنین. لیز میخوره تا پایین. بعد این طرف خط صاف و مثل این گوشه قفس گرد میکنیم، بعد لیز میخوریم میایم پایین. اون ورش هم مثل اون ور قفس بچه ها، بازم همون کار میکنیم. دیگه قفسش هم تموم شد. حالا میخوام یه ذره پرنده رو خوشگل تر کنم. میام پشت سرش و زیر چشمش و بغل نوکش چند تا نقطه میذارم، روی پرش هر جایی که میخوان چند تا خط کوچولو بزنید که پرندتون خوشگل تر بشه. یادتون نره اگر ویدیو امروزمون هم خوشتون اومده، ویدیو رو لایک کنید و منو سابسکرایب کنید که منم خوشحال بشم و هر روز براتون ویدیو جدید درست کنم. حالا دیگه وقت چیه؟ به بچه خوشگله، بریم با این پروانه های خوشگل سراغ رنگ آمیزی.